قدم اول مهمه خیلی هم مهم. میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته. برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در تیTV. خانم ها آقایان سلامی گرم درودی بی پایان بر تک تک شما ایزان در هر جای دنیا که هستید مخصوصا ایزانی که این برنامه را از ایران دارن میبینند و همونطوری که میدونید در ماه مرداد ما تمام برنامه ها رو با پیرن صورتی انجام دادیم به خاطر این هستش که ملت رو بیدار بکنیم برای مسائل و مشکلات بیماری سرطان سینه و ملت رو آگاه بکنیم در مورد اینکه همه خانم ها بعد از سن سی سالگی حتما باید با پزشکشون صحبت بکنن برای تست های مختلفی که هستش که جلوگیری میتونه بکنه از سرطان, سی س... از سرطان سینه که هر چقدر زودتر شما بتونید در مورد این مسائل بهتر میشه که جلوگیری کردش و با این بیماری بتونیم که ما بجنگیم همونطوری که میدونید آمار بسیار زیادی الان هستش که سرطان سینه داره زیاد میشه و اگر که ما در مورد مسائل بدونیم و دوستان به خانوادهشون پیشنهاد بدن و تشویقشون کنن که با دکترشون صحبت بکنن به نظر من برای همه جامعه خوب خواهد بودش و عمر طولانی به خانم ها خواهد دادش به امید اون روزی که هیچ وقتی سرطان سینه نداشته باشیم متاسفانه گریبانگیر خیلی از خانواده ها شده آم آقای بهنام سال اول ما رو میپرسن امروز میگن که من بهنام هستم 22 سال دارم دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی و دو ترم دیگه مونده تا لیسانس رو بگیرم و اینکه هنوز سربازی هم نرفتم تنها آرزوم اینه که بتونم توی یک کشور دیگه ادامه تحصیل بدم علیرغم اینکه سیستم پیام نور میخونم اما زبانم فوق عالی و سلیسه و الان سال نهم هست که دارای از طریق آموزشگاهی آموزشگاهی به خوندن زبان انگلیسی ادامه میدم جدا از دانشگاه آفرین خواستم اینم چطوری میتونم به نامه تحصیل توی کشوری مثل این آمریکا یا انگلیس اقدام کنم و اینکه با ورود به یک کشور دیگه بتونم هم درسم رو بخونم و در کنارش برای هزینه هایم کار کنم پسر عموی من پسر پسر عموی پدرم آمریکا استاد دانشگاه هست و همراه با خانوادهش برای 12 ساله که اونجا زندگی میکنه آیا شانسی برای این کار هستش که اونجا برم یا خیر بهنام جان از طریق پسر اموی پدرت که استاد دانشگاه هستش درخواست بکن برات یه پذیرش بگیرن برای فوق لیسانس زبان اگر که میخوای بخونی ادامه تحصیل بدی ولی فوق لیسانس زبانت هم بگیری در ایالات متحده کار پیدا کردن و ادامه تحصیل در اون رشته بسیار سخت هستش برای اینکه خب اینجا همه انگلیسی صحبت میکنن تنها گزینه که خواهید داشت اینه که بری درس بدی در مدرسه و اونم که بخوای درس بدی باید برگردی که هر ایالتی قوانین خاص خودش داره که ملت رو در مورد معلم ها و مدرس ها تخصص خودش داره باید که امتحان ورداری باید بری امتحانات محلی رو ورداری سخت میشه برات مخصوصا اینکه گرین کارت نداری من تشویقت میکنم برای فوق لیسانس در یک رشته دیگری که بتونی کار پیدا بکنی اقدام بکن پس با پسر ابوی پدرت صحبت بکن ببین که چه رشته هایی در دانشگاه اونا دارن ارائه میدن کدوم یکی از اون رشته ها رو تو دوست داری که در فوق لیسانس شرکت بکنی و بتونی که برای اون اقدام بکنی برای گرفتن پذیرش ولی یادت نره اگه پذیرش با بورس بگیری فوها در مقطع فوق لیسانس پذیرش بورس گرفتن خیلی سخته خیلی سخته در اگر که بدون بورس گرفتی باید ببینی که هزینه ها چجوری هستش اگه با بورس گرفتی فوه ها اگر که بدون بورس گرفتی خیلی سخته که از نظر 50 هزار دلار سالی باید که پول شهری بدی خوابگاه بدی همه این مسائل هستش روی حساب باید دقت بکنی که چه چیزی برای که خوب باشه نمیخوام برای خود سرابی درست کنی که خدای نکرده توش بمونی و باید یادت باشه خرج های دانشگاه جدا زیاد هستش اینجا قدم ها تو یواش یواش بردار با فامیلتون صحبت کن ببین چه رشته هایی رو در ارائه میدن مدارک خودت رو آماده کن اقدام پذیرش برای فوق لیسانس در یک رشته ای رو بکن و بعد ببین که آیا بهت ویزای دانشجویی میدهند یا خیر خانم نازی میگن که من و همسرم در سال 2013 از طریق پسرم گرین کارت گرفتیم در همون سال پسرم برای خواهرش که همسر و فرزنده سه ساله داره تقاضای گرین کارت کرد میخوام بدونم اگر من برای دخترم اقدام کنم آیا زودتر به نتیجه میرسد یا خیر خانم نازی شما نمیتونید برای دخترتون اقدام کنید بلکه شما گرین کارت دارید دختر شما متأهله کسانی که گرین کارت دارن نمیتوانند برای فرزند متأهلشون اقدام بکنند همسرم به دلیل شرایط کاری تا کنون هر پنج ماه, پنج ماه و نیم آم یک بار در, آ... در آمریکا حضور داشته به مدت یک ماه آیا آفیسر فرودگاه می تواند ایرادی به این شرایط داشته باشد و یا گیرین کارت را باطل کند ایراد می برای شرایط داشته باشه و در حقیقت الان طوری که هستش به اشخاص دارن میگن که اگه زیاد نمیتونید شما اینجا بمونید باید که شما به تونه پاسپورت سفید بهش میگن فرم 131 هستش اقدام بکنید اون فرم رو میگیرید و بعد با اون میتونن که همسر شما از کشور خارج باشن برای مدت زمان طولانی باطل نمیتونه کنه افسر مهاجرت میتونه ایراد بگیره اگر که خواست شما رو بفرسته به اداره مهاجرت به قاضی مهاجرت قاضی مهاجرت میتونه باطلش کنه بدین جهت پس من به جای شما بودم این کار رو انجام میدادم یک همسرتون بگین گیرین کارتش رو به،, به عنوان ویزای توریستی استفاده نکنه دو اگر نمیتونه که مدت زمان طولانی در ایالات متحده حضور داشته باشن فرم 131 رو پر میکنن این فرم رو در زمانی که در خاک آمریکا هستن این فرم رو ارائه میدن به اداره مهاجرت اداره مهاجرت به ایشون اجازه میده که برای مدت زمان زیادی از کشور خارج باشن با اون پاسپورت سفید پس این راه قانونی شه اسم فرمش هم هستش فرم 131 که به پسرتون که خب اینجا هستن بهشون بگین که اون فرم رو از روی اینترنت دانلود کنن خودشون میتونن پر بکنن برای پدرشون بفرستن در زمانی که پدر در خاک آمریکاست باز هم اعلام کنم در زمانی که پدر در خاک است میفرستن و بعد پدر میتونن که راحت برن و بیان مشکلی نیستش <تص> خانم سارا میگن که اگه که میشه منو راهنمایی کنید و اطلاعات من این هستش من سارا هستم دانشجوی دکترا در رشته مدیکال بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی پزشکی و از یکی از دانشگاه خوب ایران الان هم دارم که تز دکترامو در مورد قلب هستش دارم می همسر من دانشجو هستش و 17 سال سابقه کار در یک تونه کارهای نفتی دارن و ما تصمیم گرفتیم که با آمریکا در, در, سه سال آینده مهاجرت کنیم باید این رو به نظر داشته باشین که شما ما دی۵ هزار دلار نقد داریم من در سال 85 به دنیا آمدم همسرم در سال 78 میلادی. میلادی خانم سارا از طریق شغل همسرتون به نظر من مهاجرت غیر ممکن هستش از یک تا ده من بهشون یک میدم برای پیدا کردن کارفرما که بخوان که در اون رشته ایشون رو استخدام کنن از نظر خودتون بعد از اینکه دکتراتون رو گرفتین من تشویقتون میکنم برای ای بی اقدام بکنید ای بی برای کسانی هستش که دکترا دارن در یک رشته خوب درساشون رو خوندن نمراتشون بالا هستش به غیر از اون تونستن که تونستن که مقاله های زیادی بنویسن تونستن که آم در کتاب های مختلفی پیدا بنویسن به, به استادشون کمک کنن استادیار هستن کارهایی هم کردن در کنار درس خوندنشون ای یک برای خوبه شانس خودتون رو با ای بی یک امتحان کنید از طریق 250 هزار دلار سرمایه گذاری که شما دارین به نظر من برای ویزای سرمایه گذاری که ای دو بهش میگن برای شما ممکنه که خوب نباشه برای اینکه ای دو بگیرین کار تبدیل نمیشه شما باید دنبال اقامت باشین نه فقط ویزای دو ساله به درد شما نمیخوره به به نظر من دکترا رو بگیر برای ای بی یک اقدام بکن ممکنه که گزینه خوبی باشه برای شما که بتونید که از اون طریق گیرین کارت خودتون رو بگیرید خانم مرزیه میگن که لیسانس ایشون ایشون 25 سالشون هستش لیسانس آیتی دارن دو سال سابقه کار در زمینه خودشون لوتوری برنده شدن حداقل هزینه برای مهاجرت چقدر باشه کافیه کدوم شهر رو انتخاب کنم اگر بعد از که رفتم بخوام ازدواج کنم چقدر طول میکشه که تا نام زدم حالا تو اون موقع میشه همسرتون بتونم که گرین کارت بگیرم خانم مرزیه شما اولا یک پول پشت رو خراب نکن تا زمانی که اون ویزای لوتوری رو و ویزای اقامت رو به تو زدن دو از نظر رشته خود در آمریکا پیدا کردن کار برای اول کار سخته. کدوم شهر بری؟ بالا نظر شما هستش؟ از نظر آب و هوا، از نظر جمعیت، از نظر هر چی شخص تصمیم شخصی هستش. ولی از نظر اینکه کجا کار بتونی پیدا کنی در تمام آمریکا وقتی گرین کارت داری کاری برات پیدا میشه که بتونی که جوابگوی خرج خانوادت جوابگوی خرج روزانت باشی. اجاره خونه رو بدی، جابه‌خرجا همه چی باشی. از رفتن بعد از اینکه شما گرین کارت رو گرفتی میتونی که وقتی برگشتی ایران برگردی ایران ازدواج بکنی و بعد همسرت رو با خودت بیاری حالا قوانین لوتوری رو من در مورد اینکه قبل از گرین کارتت اقدام بکنی و ازدواج بکنی یعنی الان ازدواج کنی و با همسرت بری گرین کارت رو بگیری نمیدونم با وکلای دیگه میتونی صحبت بکنی که در مورد اینکه قوانین لوتوری چیه که اگر که الان که لوتوری بردی الان ازدواج بکنی آیا لوتوری باطل میشه یا نه اونو با اشخاص دیگه صحبت کن من زیاد در موردش نمیدونم ولی که اگر که گرین کارت تو گرفتی اومدی آمریکا و بعد با گرین کارتت بخوای اقدام کنی برای شوهرت سه سال تقریبا الان طول میکشه که این کار انجام بدی ولی ممکنه که بتونی که الان که هنوز گرین کارتتون رو نگرفتی بتونی که شوهرت هم بذاری توی پرونده لوتوری حالا با این نفر صحبت بکن من مورد لوتوری جدا اطلاعات ندارم به اون حد فقط چیزای عادی میدونم آقای مشتبا میگن که من دانشکده کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه دولتی در تهران هستم و تصمیم دارم که به آمریکا مهاجرت کنم برای همین میخوام دوره دکترا رو در آمریکا باشم ولی به کمک یکی از اساتید برای ف... اه... پاییز 2014 از کشور فرانسه در یک مؤسسه پذیرش دکترا گرفتم که هم مدرک یک دانشگاه معتبر با شماره به بالا در فرانسه را خواهد... اه... خواهد, داد و هم که و هم یک مدرک کاری به مدت سه سال در آن مؤسسه میخواستم اینم آیا با انتخاب این دانشگاه و سپس ادامه تحصیل در مقطع پستاک در آمریکا شانس بنده برای گرفتن اقامت و یافتن کارفرما در آمریکا کم خواهد شد نه در صورت شما از خارج از آمریکا دارین میاین باز هم شانستون همونه چه شما اون دکترا رو از ایران بگیرید یا از کشور دیگه بگیرید فرق نداره حالا رتبه این دانشگاه بالاتره ممکنه که کمی توجه کارفرما رو بگیره ولی از نظر پروسه مهاجرتی و پیدا کردن کارفرما تقریبا یکی هستش با کسی که در ایران باشه و دانشگاه فرانسه نرفته باشه یا اینکه بهتره که به دلیل مدارک زبان مثل جیاری برای سال 2016 برای خود آمریکا پذیرش دکترا گرفته و بورس تحصیلی دریافت کنم این گزینه بهتره اگه میخوای که بیا آمریکا برو فرانسه اونجا شما ادامه تحصیل رو بده کاراتو انجام بده و در کنار اون جیاری رو با نمره بالا بگیر اقدام بکن برای دانشگاه ببین که بهت بورسیه تحصیلی میدن که بتونی که بیای آمریکا دکتراتو اینجا بگیری ولی الان میتونید که ادامه تحصیل رو در فرانسه انجام بدید دانشگاه خوبی هستش در فرماشه های شما و حتما این کار انجام بده ببین که چگونه خواهد شد احمد میگه که من متقاضی مهاجرت به آمریکا هستم سنم 39 ساله کارمند رسمی دولت با سابقه 16 ساله هستم تحصیلاتم دکترای اقتصاد خانم بنده هم لیسانس پرستاری و دارای دو فرزند دختر 16 و یک پسر 13 ساله هستیم خدا حفظشون کنه دارایی من حدود یک میلیارد تومان هستش همچنین مقاله داخلی و خارجی کتاب هم دارم با سپاس به من بگین چه خبره آقای احمد یک تونه رزمه کامل خودتون رو برای ما بفرستین ببینم که شما آیا واجد شرایط برای ای بی یک هستین یا نه چون که دکترا دارید 18 تا سابقه کار دارید و کتاب مقاله نوشتین ببینیم که شما واجد شرایط برای ای بی یک هستین یا خیر الان دوستان که در دفتر روی ای بی یک و ای بی دو کار میکنن گیرین کارت برای نخبه ها برای کسایی که در رشته خودشون خوب هستن الان یه چیزی در حدود سه هفته عقبن اگه برای ما بفرستین به بچه‌ها میفرستم که جوابتون بدن و بتونن که جوابگوی شما باشن در اون مسئله ولی کم به نظر من بهترین گزینه برای شما الان اگه بخوای اقدام کنی ای بی یک هستش از طریق سرمایه گذاری انجام نده از طریق تحصیلت انجام بده با تحصیلت ببینیم که آیا میتونیم که گیرین کارت رو برای شما از طریق ای بی یک بگیریم یا خیر من در حقیقت این پرونده شما اینجا میذارم که به توی ایمیل بزنم که یادآوری کنم که این کار رو انجام بتونیم دیدیم. سال بعدی ما رو به عنوان یک پی دی اف که یک دونه اتچمنت هستش به عنوان کامپ زمینه ایمیل بوده برای ما آقای محسن فرستاده که من پرینت کردم که برای شما ایزان بخونیم و جواب محسن رو با هم بدیم برنده لوتوری 2014 هستش محسن کارهاش تموم شده ویزاش گرفته خب پس ویزا تو پاسپورته 52 سالشه حدود 40 سال همسرشون چه، چهل سالشونه یک فرزند هفت ساله دارن که امسال باید به کلاس اول دبستان بره خودم در یک شرکت مشغول کارم و همسرم هم کارمند دولت هستش حدودا هر کدام 20 سال سابقه کار داریم دارایی من ۲۵ هزار دلار می باشد تقریبا میتونم بگم وضعیت مالی بد نیست یک آپارتمان در تهران دارم و چون در آمریکا کسی رو ندارم احتیاج به راهنمایی شما دارم میخواستم بدونم می با توجه به شرایطی که دارم و باید امسال فرزندم رو کلاس اول ثبت نام کنم بهترین کار چی است بهترین کار اینه که با گیرین کارت هستین حتما بذارید اگه هدفتون این هستش که در آمریکا زندگی کنید بذارین بچه‌تون از اینجا کلاس اول کلاس خیلی خوبیه بدون لحچه انگلیسی خواهد صحبت خواهد کردش سن خیلی خوبی که شروع کنن در اینجا بیادش و اینجا درسش رو شروع کنه یه ماه دو ماه سه ماه چهار ما یک سال اول براش سخت میشه ولی اشکال نداره همه ماها اون <تصفح> سختی ها رو کشیدیم ولی کن زبانش خوب میشه میتونه که اینجا با سیستم مدرسه اینجا آشنا میشه از لحاظ امنیت و کار کدوم ایالت بهتره امنیت شنیدم دالاس بد نیست دالاس من خیلی دوست دارم تگزاس بسیار جای خوبیه هیوستن تگزاس بسیار جای خوبیه دالاس شهر بسیار معتبریه روی حساب جای خوبی رو ات... مثال زدین آم، امنیت و کار حقیقت رو بهتون بگم امنیت تقریبا همه جای آمریکا میشه گفت امنیتش خوب هستش نذارید این چیزایی که توی تلویزیون میگن که آقا 600 نفر توی این شهر مردن هزار نفر تو این شهر بودن جمعیت رو نگاه کنید و چیزی که هستش اینجا همه چیو میگن توی تلویزیون بقیه کشورها سرپوش رو سر روش میذارن اینجا روزنامه همه چیو میگن آقا دیروز 2000 نفر مردن پای روز 20 نفر مردن کشته شدن میگن اینجا بقیه کشورها سعی میکنن که سرپوش بتر نگن که کی کیو کشته چه چیزی هستش ولی که اینجا همه رو که میگن بر حسب اون شما میتونید که نگاه بکنید که آمار چی هستش ولی که جمعیت رو یادتون نره درصد رو همیشه نگاه کن چند درصدش جمعیت جرم و مرتکبات غیر قانونی شدن روی این حساب دالاس شهر خوبی هستش به نظر من اونجا میتونید که زندگی خوبی داشته باشی ولی میدونی چیکار به نظر من برو دالاس سه ماه چهار ماه اول هیچ کاری نکن هیچ نکن برو دالاس ببین که چگونه است بلند شو برو جاهای دیگه 250 هزار دلار شما سرمایه‌تون داری میاری اینجا از اون 250 هزار دلار 10 هزار دلار سه ماه چهار ماه اول خودت سرمایه گذاری کن برو شهرهای مختلف رو ببین برای اینکه هر جا بمونی دیگه موندی روسا مطمئن باش که جایی که میخوای بمونی برای خودت همسرت جای خوبی هستش و اقتصاد اونجا رو میتونی ببینی بعد تصمیم بگیری که در بعد از دو ماه سه چیکار میخواین کنید وقتی شهر انتخاب کردی بچه رو این مدرسه برای خودت و خانم دیدن آپارتمان دو خوابه بگیرید اجاره کنید هیچی نخرید فعلا و بعد ببینید که بعد دنبال کار هستید ببینید که چه مغازه‌ای چه بیزنسی چه شرکت زنجیره‌ای میتونی بگیری در رشته خودت و تا زنجیره‌ای صحبت می‌کنی فکرتون رستوران نباشه که فکرتون مکانیکی نباشه اینجا فروشگاهی زنجیری در هر رشته‌ای بگی دارن میتونید که شما franchise.com تشریف ببرید و ببینید که چقدر فرانچایز هستن فروشگاهی زنجوری هستن در اون موقع شما میتونید کاری که کنی یک فرانچایز رو بگیری شروع کنی کار کردن که درامریت باشه از این طریق میتونی یواش یواش این کار رو انجام بدی چرا من این حرفا رو بهت میزنم برای اینکه نگران گیرین کارتت نباید باشیم، اون گیرین کارت رو داری تو نباید نگران اقامت باشین برای شما اگر که ویزا نداشتی اصلا این حرفا به نمیزدم من اگر که میخواستی که تازه وارد آمریکا بشی ویزا بگیری اصلا این حرفا رو نمیزدم ولی الان که گرین کارت داری حداقل خیالم راحته که نباید نگران گرین کارت و اقامت شما و خانوادت باشیم حساب موقعیت خوبی هستش قدم ها رو وردار از دالاس شروع کن جاهای دیگر رو نگاه کن بعد تصمیم بگیر ولی بچه تو از سن همین کلاس اول بذاری مدرسه خوب هستش دوستان از اینکه وقتتون رو من دادین خیلی متشکر هستم تا جلسه بعد که با همدیگه گفتگویی داشته باشیم برای تک تک شما عزیزان شبها و روزهای بسیار عالی رو آرزو می کنم متشکرم خدا نگهدار قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی